همراهان گرامی سلام، بعد از مدت ها فرصت شد این روز آمدیم به پارک موریانتا که در ساوت استرالیا است. یک پارک طبیعی است و در اینجا آبشار است و جنگل است، کوه است و خیره. در ادامه ویدیو به شما نشان خواهیم داد. و دوست عزیز ما آقای غلامی از اندونزیا جدیدن تشریف آورده. خوش آمده آقای غلامی به استرالیا، به شهر زیبای ادلاید. سلام خدمت خودت پیام عزیز و خدمت همه دستای مار سایمن از چینل یوتیوب پیام. تشکر زنده باشین، من بخیر رسیدم به شهر زیبای ادلاید. سلام خاص تقدیم همه شما، امیدوارم که جار صحتمند باشین و برم ببینیم، لذت ببریم از آب و هوای صاف و دشت و کوه و آبشار این آب و خیر. بله بله، این روز طبیعت زیبا را به بیننده ها نشان خواهیم داد و خیلی زیبا است این فضا و این، اگرچه اینجا زمستان است فعلا، ولی آب و هوا این روز آفتابی است و خیلی یک فضای بسیار پاک و یک فضای دلانگیز است دیگه. باید بریم دیگه بخیر، آیسته آیسته طرفی بالا دیگه. همراهان گرامی، در ادامه ویدیو ما را همراهی کنید. معلومات مفید در مورد پارک حفاظتی موریانتا، جاذبه ها و زیبایی های طبیعی این پارک. در این ویدیو می خواهم یکی از زیباترین و جذابترین پارک های حفاظتی در استرالیای جنوبی را به شما نشان دهم. این پارک با مناظر طبیعی بکر، آبشار زیبا و جاذبه های فراوان یک مقصد بی‌نظیر برای علاقه‌مندان به طبیعت و ماجراجویی است. همراه من باشید تا بیشتر با این پارک آشنا شویم. معرفی پارک حفاظتی موریانتا. پارک حفاظتی موریانتا در نزدیکی شهر ادلاید واقع شده و با مساحت بالغ بر 5.33 کیلومتر مربع، یکی از بزرگترین و محبوبترین پارک های استرالیای جنوبی است. این پارک به دلیل تنوع زیستی و مناطق طبیعی فوق‌العاده‌اش شناخته شده و هر ساله هزاران گردشگر را به خود جذب می کند.
جاذبه های اصلی پارک حفاظتی ماریالتا. آبشار. یکی از مهمترین جاذبه های پارک آبشار زیبای آن است. سال گذشته آبشار حفاظتی ماریالتا دارای آب فراوان بود، اما این سال که باران کم باریده این آبشار از آب کمتر برخوردار است. مسیرهای پیاده‌روی متعددی به سمت این آبشار وجود دارد که بازدید کنندگان می تواند از آن استفاده کنند. گودال سنگی. در دل صخره ها و سنگ های پارک گودال های طبیعی به وجود آمده اند که در طول هزاران سال به دلیل فرسایش و انحلال سنگ ها توسط آب شکل گرفته اند. این گودال ها به عنوان یک پدیده طبیعی زیبا و منحصر به فرد جاذبه دیگری برای بازدید کنندگان هستند. جنگل ها و پوشش های گیاهی. پارک حفاظتی ماریالتا دارای جنگل های سرسبز و پوشش گیاهی متنوع است. درختان بلند اکتاپوس، درختچه ها و گل های وحشی مختلفی در این پارک یافت می شوند که هر فصل زیبایی های خاصی خود را دارند. مناظر طبیعی. نقاط دیدنی متعددی در پارک وجود دارد که از آن میتوان مناظر پانورامای فوق العاده ای از طبیعت بکر منطقه را مشاهده کرد. این نقاط دیدنی برای عکاسان و علاقمندان به طبیعت بسیار جذاب هستند. مسیرهای پیاده روی و کوهنوردی. پارک ماریالتا دارای مسیرهای پیاده روی و کوهنوردی متعددی است که از سطوح آسان تا دشوار را شامل می شود. این مسیرها از میان جنگل ها، کنار آبشار و از فراز تپه ها عبور می کنند، تجربه بی‌نظیری از طبیعت گردی را ارائه می دهند. حیات وحش، گونه های جانوری. این پارک خانه گونه های مختلفی از حیوانات بومی است. پرندگان، کانگروها، کوالاها و مارمولک ها تنها بخشی از حیات وحش این منطقه هستند که بازدید کنندگان می تواند آنها را مشاهده کنند. مناطق پیکنیک و استراحت. فضای باز. پارک دارای مناطق مخصوص پیکنیک و استراحت است که بازدید کنندگان می توانند در آنها وقت بگذرانند، از طبیعت لذت ببرند و یک روز عالی را در کنار خانواده و دوستان خود سپری کنند. نکات مهم برای بازدید از پارک. قوانین و مقررات حفاظت. یکی از اصلی ترین وظایف در پارک های حفاظتی، حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم طبیعی است. در پارک حفاظتی ماریالتا قوانین سختگیرانه برای حفظ این اکوسیستم ها وضع شده است. یکی از قوانین ممنوعیت کندن سنگ ها و تخریب مناظر طبیعی است. چرا کندن سنگ ها ممنوع است؟ کندن سنگ ها می تواند تأثیرات منفی زیادی بر محیط زیست داشته باشد. تخریب زیستگاه ها. کندن سنگ ها می تواند زیستگاه حیوانات و گیاهان بومی را تخریب کند. فرسایش خاک. برداشتن سنگ ها ممکن است منجر به فرسایش خاک و کاهش کیفیت زمین شود. تغییر چشمانداز طبیعی. کندن سنگ ها می تواند مناظر طبیعی پارک را تغییر داده
و از زیبایی آن بکاهد. مجازات ها و جریمه ها تخلف از قوانین پارک حفاظتی موریالتا از جمله کندن سنگ ها میتواند منجر به جریمه های سنگین و پیگرد قانونی شود. این اقدامات برای حفظ محیط زیست و اطمینان از بقای گونه های بومی انجام می شود. چگونه میتوانیم کمک کنیم؟ به عنوان بازدید کننده میتوانیم نقش مهمی در حفاظت از پارک های طبیعی ایفا کنیم. پیروی از قوانین، همواره به قوانین و مقررات پارک احترام بگذاریم. آگاهی بخشی، دیگران را نیز درباره اهمیت حفاظت از محیط زیست آگاه کنیم. عدم دخالت در طبیعت، از کندن سنگ ها، جمع آوری گیاهان یا تخریب زیستگاه های طبیعی خودداری کنیم. آمادگی فیزیکی، بلکه از مسیرهای پیاده روی و کوهنوردی پارک نیاز به آمادگی فیزیکی دارند. بنابراین بهتر است قبل از شروع به حرکت از آمادگی خود اطمینان حاصل کنید. استفاده از نقشه ها، استفاده از نقشه های پارک میتواند به شما کمک کند تا بهترین مسیرها را انتخاب کرده و از گم شدن جلوگیری کنید. پارک حفاظتی موریالتا با مناظر طبیعی خیره کننده، آبشار زیبا، گودال های طبیعی، گودال های سنگی، جنگل های سرسبز و حیات وحش متنوع یک مقصد بی‌نظیر برای علاقمندان به طبیعت است. بازدید از این پارک تجربه فراموش نشدنی را برای شما به ارمغان خواهد آورد. آقای غلامی، دیگه رفتیم، کوهگردی کردیم، جنگلگردی کردیم، چطور بود آب و هوا سر کوه رسیدی؟ بلند بود نبود؟ تشکر پیام عزیز، خیلی هم خوش گذشت، واقعا نگروز خوبی بود، کوهنوردی کردیم، دیگه یک آبشار دیدیم، کوهنوردی کردیم، جای خوبی بود، در کل خیلی جای باصفا، خوب، آب و هوا امروز خوبه و اندازه کافی سرد نبود، دیگه با وجودی که زمستان خیلی یخ نظر به دیگر روزا کده، دیگه خیلی جای باصفا، صاف، تمیز، دیگه واقعا خوش گذشت، تشکر، آمدیم، گشتیم، یک دقیقه اینجا رو نشان دادی، خیلی دلپذیر بود. انشاءالله که بیننده هم از ویدیویی که شما درست کردین لذت ببرن، ببینن از جایی که شما رفتین، دیگه انشاءالله به زودی منتظر ویدیوهای دیگه باشین که آقای پیام از زیبایی های شهر ادلاید به شما نشان میده. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید باشد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. با امید دیدار در ویدیوهای بعدی.